رضا قرشی، کارشناس اقتصاد سیاسی از دانشگاه استاکتون نیوجرسی، از طریق اسکایپ به ما پیوستند. آقای قرشی، خوش آمدید. تحریم‌های روسیه روز به روز شدیدتر و گسترده در میشه. چقدر این تحریم‌ها توان توقف ماشین جنگ روسیه رو در اوکراین خواهد داشت؟ بله، با سلام. خب اینکه این تحریم‌ها اقتصاد روسیه رو خیلی فشار روش آوردهش تردیدی نیست. یعنی هم امروز سازمان جهانی به اصطلاح فایننس گفت، یک سازمانی است که حدود 400-500 تا بانک و مؤسسات مالی عضوشن و وظیفه‌ش اینه که به اینا اخطار بده اگر مشکلی پیش میاد. گفت که تا حالا حداقل 15% اقتصاد روسیه کوچیک شده، تا حالا و اگه ادامه پیدا کنه خیلی بیشتر هم خواهد، خیلی ضربه زده. حتی با توجه به اینکه نه نفتش و نه گازش به طرف اروپا واقعا تحریم نیست، نه نمیتونن تحریم کنن. از اون برم کشورهای دیگه هم که باش سرکار دارن اثر خواهند داشت، یعنی اثر منفی خیلی زیادی داشته. ولی اینکه این میتونه ماشین جنگیشون رو متوقف کنه، تحریم اقتصادی نمیتونه. ولی یه چیزی که میتونه اینه که دقت کنید، یه خبری هم بود که دولت روسیه به شرکت‌های هواپیماییش گفته که همه هواپیماهاشون رو ثبت نام کنن و صحبت اینه که میخواد از این هواپیماها برای یا خود هواپیما یا قطعات این هواپیما برای جانشین کردن اون قطعاتی که توی جنگ دست میده استفاده کنه. این شانس بیشتری داره. صحبت هم بود چند وقت پیش، هم صحبت کردن این شرکتی رو که این قطعات رو میسازه رو گرفته بود. این که نتونن و تا نتونستن که از نظر برتری نیروی نظامیشون بر اوکراین داشته باشن، این بیشتر امکان داره. یعنی نداشتن وسایل جنگی که جنگ رو به پایان برسونه یا مجبور کنه روسیه رو که جنگ رو متوقف کنه.